اصلا هم چیزی نبود. کدوم به تعداد ما بچه داشتن، صبح بعد از صبحونه حیات ما پر میشد با این بچه ها، یعنی هممون در یک جا با همدیگه بودیم و میتونم بگم کودکی فوق العاده خوبی رو گذروندم، همراه با بچه هایی که با هم دوست بودیم، خواهر و برادر و همسایه، و فقط مشکلمون این بود که بیشتر پسر بودن و ما دخترها هم هممون بازی های پسر رو نمی کردیم. دوز بازی که اون زمان خیلی رایج بود، آرتیست بازی، و فیلمی هم که می دیدیم می اومدیم دور هم جمع می شدیم و اون فیلم رو بازی می کردیم. یکی از فیلم هایی که دیده بودیم و خیلی دوست داشتیم بازی می کردیم اسپارتاکوس. که کوچیک، این که میگم اول، یعنی بعد از 5 تا دختر به دنیا اومده بود، کوچیک بود و بازیش نمیگرفتیم. مادرم دعوا کرد که اگه این بازی نگیری من شوهرم نمیذارم بازی کنی. به بازی گرفتیمش و قرار شد که وقتی اینو میگیرن شکنجهش میکنن، جای اسپارتاکوس رو نشون نده. و با اولین شکنجهی که شد، خب بچه بود دیگه، گفت اسپارتاکوس توی آشپزخونه قایم شده، همونجایی که محل بازی ما بود، و دیگه هم بازیش ندادیم. شده بود جوک دیگه، خودمون تعریف میکردیم میخندیم. البته هیچ کدوم سنمون از 11 سال بیشتر نبود، همگی سنای پایین داشتیم که خوش میگذروندیم. و الان وقتی بچه ها رو میبینم واقعا میبینم که چی بازی میکنن. نمیگم حالا اون دوز بازی و فیلم بازی و آرتیست بازی و اینا خوب بود، ولی خیلی بازی های دیگه ما میکردیم که واقعا بی نظیر بود. و به هر صورت زندگی رو یاد می گرفتیم توی اون بازی ها. فکر نمی کنم که عشق به بازیگری از همون زمان شروع شد، ولی چیزی که می دونم اینه که من موقعی که برای ادامه تحصیل رفتم خارج از ایران و اونجا ازدواج کردم، همسرم عکاس بود، مدل عکاسی بودم برای اون. وقتی هم که آمدیم تهران، نه، یه جوری دوست نداشتم که بازیگر بشم، چون سینمای اون زمان طوری بودش که فامیل من اجازه نمیداد. فامیل من در یک خانواده مذهبی بزرگ شدم و اولین فیلمی هم که کار کردم اختلافی افتاد دیگه، که پدرم گفته بود که به ما ربطی نداره، شوهر داره. و بعد قولی که من به پدرم دادم این بود که گفتم شما مطمئن باشین من هیچ وقت کاری نمی کنم حیثیت شما رو ببرم زیر سوال، آبروی شما رو حفظ می کنم و مسلم بدونین که هیچ وقت اذیتتون نمی کنم. و فکر می کنم سر قولم موندم. اون چیه؟ چه خبره؟ سرم بالا شم دختر آروم باشین، آروم باشین، الکتروشوک لازمه. قصه غمهای ناخواسته و حکایت اندوهبار سکوت، دو بیگانه، دو هستی دور از هم و یک زندگی. پروانه سلام، تو حالت خوبه؟ منو میبخشی؟ من به تو خیلی بدی کردم، پس منو میبخشی؟ به خاطر همه چیز معذرت بخوام. سید، در بیگانگی گم شدن، در سرگردانی قوطه زدن، حتم دارم. پس چرا این کارو بکنم؟ هنوز که پشیمون نشدم. عجله کن، پشیمون میشی سید. سال 62 یه کاری به من پیشنهاد شد به اسم راه دوم. قصه فیلم فوق العاده قشنگ بود، خیلی خیلی فیلم نامه گیرایی داشت. فیلم خوبی نشد، فیلم راه دوم، ولی تنها چیزی که داشت این بودش که بعد از انقلاب برای اولین بار ما زن رو در سینمای ایران می دیدیم. این تنها امتیازی بودش که فیلم راه دوم داشت.
اینقدر زندگی برات دردآور بود که نمیخوای هیچ خاطره ای ازش باقی بمونه؟ حتی یه لباس. نمیخوام هیچ چیز اون روزا رو بیادم بیاره. خیلی خوب بریم، همه چیز تموم شده است. فیلمی که خیلی جدی من بعد از انقلاب کار کردم، یعنی دوستشم داشتم خیلی زیاد، فیلم گلهای داوودی بود. آقای صدراملی پیشنهاد کردن، قصه رو دادن، من قصه رو خوندم، قصه رو خیلی دوست داشتم. ترسیدی مادر؟ فکر کردم خود این فکرت اشتباس مادر، خودم شکستم تا خبرت کنم. یعنی چی؟ این چه رفتاریه که تو پیش گرفتی؟ اون از صبح با حرفایی که به من زدی، اینم از حالات، تو چت شده جوان؟ من دیگه بچه نیستم مادر، من میتونم خودم کارامو انجام بدم. خب انجام بدی، مگه کسی جلو تو گرفته؟ چرا با من مثل یه بچه رفتار میکنی؟ مگه قرار نبود اجازه بدی اتاقمو خودم مرتب کنم؟ آن سالهای دور وقتی بچه بودم، مادر میگفت پدر در زندان است، منتظر باش پدر روزی به خانه برمیگرده. کار برام خیلی جدی بود، چون نقش خیلی زیبایی بود از نظر خودم، به اضافه اینکه اون موقع من خیلی جوان بودم و باید خیلی مسن‌تر از سن خودم رو بازی میکردم. قصه رو خوندم، چند جا بودش که توی قصه دوست نداشتم. آقای صدراملی خیلی با بازیگرش راه میاد و خیلی انعطاف پذیره. نکته مهمی که هستش اینه که بازی رو میشناسه و از دست نمیده بازی بازیگر رو، سعی میکنه که حفظش بکنه، نگهش داره و باشه. یه سکانس زندان ما داشتیم که مادر میرفت زندان، باید شوهرش آزاد میشد و رئیس زندان بهش خبر فوت همسرش رو میده. توی فیلم نامه اینجوری بود که زن شروع میکنه جیغ کشیدن، گیساش کندن، شیون واویلا کردن، قش بکنه بیفته زمین، رئیس زندان بیاد آب بپاشه به صورتش. من به آقای صدراملی گفتم که من اصلا اینو اینجوری نمیبینم. گفت چطوری میبینی؟ گفتم 20 سال 25 سال یه زن منتظر همسرشه، اصلا نمیتونی این عکس العمل رو نشون بده. گفت خب شما میگین چطوری؟ گفتم من فکر میکنم این زن اصلا اینقدر داغون میشه بعد از اینکه بهش میگن شوهرت مرده، که هیچ عکس العملی اینجوری که شما میگین شروع کنه تو سر کلش بزنه نداره، و زن محکمتر از اونی که بخواد جلوی غریبه این کارو بکنه. روزی که رفتیم این صحنه رو بگیریم خیلی حالم بد بود. تمام یاد خاطرات پدرم و اینکه ما میرفتیم اونجا به دیدنش افتادم. بعد آقای صدراملی دوربین کاشتن رو کرین، آقای فیروز ملکزاده فیلم بردارمون بودن، و از بالا می اومد پایین که گفتن به محض اینکه میگه مرده، این دوربین بیاد پایین، که مفهومی که میخواستن که مثل دنیا تو سرش خراب میشه و اینا. و من یادمه که آقای مشایخی هم یک کار فوق‌العاده زیبایی کردن، و اون این بود که توی تمرینا اون کاری که می‌خواستن بکنن با من نکردن، و تو برداشت این کاری کردن، یعنی مشتش محکم کوبید رو میز. گفتن خانم صفایی همسر شما فوت کرده. میشنیدم همه صداها رو، آقای صدراملی و آقای ملکزاده میگفت رو صورتش باش، رو صورتش باش، دنبالش کن. همینجوری که من حرکت کردم با این قدم‌های سلو، آقای صدراملی تمام مدت داشتم میگفتم برو دنبالش، برو دنبالش، برو دنبالش. و تا جایی که من در دیدرس دوربین بودم، آقای ملکزاده با من اومدن. و اینقدر من عصبی شده بودم که این عضله اینجای صورتم شروع کرده به پریدن. گفت این صورتت چطوری میپروندی؟ گفتم من نمیپروندم، خودش میپرید. من عصبی شده بودم، بلکه یاد پدرم افتاده بودم و
روزگاری که ما اینجا گذرونده بودیم. یادم منم ندیدمش. فیلم گلهای داوودی رو ندیدم، برای بازی در فیلم چمدان که تهیه کنندش وزارت ارشاد بود ما رفتیم به شمال محمود آباد، اون طرف سیسنگان بودیم. اتاقامون توی یک موتل بود، کنار هم همجور قطار، مثل قطار کنار هم اینجوری بودیم. یه روز صبح من دیدم که در اتاقم میزنن، اومدم دیدم استاد انتظامی هستن. گفتن تبریک میگم. گفتم برای چی؟ گفت بهترین بازیگر زن سال شدی. گفتم کجا؟ گفت جشنواره فجر. و بعد از آمدن اون لوح و اون چیزی که بود به من دادن. من قرار بود در فیلم کوچک جنگلی با آقای تقوایی همکاری کنم که نشد. بعد از اون آقای تقوایی گفتن که من یه نقشی نوشتم برای توی ناخدا خورشید، دقیقاً مثل نقشیه که قرار بود تو در کوچک جنگلی بازی کنی. عیناً همونو برات نوشتم، یعنی به همون زیبایی، به همون جذابیت اینا بازی میکنی. گفتم شما بگو هرچی، بگو یه پلان بیا تو فیلم من بازی کن، مسلمه که من بازی میکنم. یادم هست یه پلانی بود، آقای سعید پورصمیمی که الان اسم نقشی که تو فیلم داشتن یادم رفته، اون در میزد و من میرفتم در رو باز میکردم که میامد احوال زنش میپرسیدم، خودش میگفتش که حالم خوش نیستش و اینا، من باید به این میگفتم خاک تو سرت بکنن، مردی که دوتا زن میگیره وضعش بهتر از تو نمیشه. و این کار من خیلی بد میکردم. 12 برداشت گرفت آقای تقوایی. من واقعا خسته شده بودم، اومدم گفتم چی کار باید بکنم. گفتش که پروانه باید بگه خاک تو سرت بکنم. گفتم خب من همینه میگم. گفت نه نه، تو پروانه داری میگه خاک تو سرت بکنم، مروارید باید بهش بگه خاک تو سرت بکنم، نه تو بگی. گفتم آخه باور کنی من نمیتونم به کسی بگم خاک تو سرت بکنم. گفت این تو نیستی، این بهت میگم مرواریده، باید درست بهش بگه خاک تو سرت بکنم تا من کوتاه بیام، وگرنه اگه بشه نور بره تعطیل میکنیم میریم فردا باز میایم همین پلان میگیریم. که همون برداشتی که گرفتن خوشبختانه شد. یا الله کیه؟ این مردک زاریه ملول. تا پا نشدم بزنمش بگو گورش رو گم کنه. این بیچاره خدا زدتش. یا نازدنش نه خدا. یا الله سلام خاتون. کلسوم حالش چطوره ملول؟ بهتره. نه حال مدتی حالش خوبه، از وقتی منو تو خونه راه نمیده حالش خوشه. حقت چشمت کور، میخواست هوا رو سرش نیاری؟ میخوام بلکه بفرستمش دبی پیش پسرش. خیلی چیز آدم یاد میگیره در کنار آقای تقوایی وقتی باهاش کار میکنه. من به عنوان بازیگر خیلی ازشون چیز یاد گرفتم. هم بازیای من توی ناخدا خورشید آقای داریش ارجمند بودن که خب فوق‌العاده خوب بودن. ما بیشتر با هم دیگه نقش مقابل داشتیم، با بقیه من کاری نداشتم. آقای داریش ارجمند اولین کار سینماییشون بود، ولی خیلی خوب بود. خیلی من همیشه لذت بردم از بازی کردن با آقای ارجمند، هم توی اون فیلم هم تو فیلم‌های متعدد دیگه‌ای که با ایشون کار کردم. بهمن 97 تمام 21 ساله که من آمدم اینجا. از در حقیقت میشه گفت از هیاهوی تهران فرار کردم، از راه بندونای تهران. وقتی میدیدم که من از دربند که خونم بود میخوام برم دیدن خواهرم میدون هفته تیر باید یک ساعت و نیم تو راه باشم، اون موقع، حالا که دیگه خدا میدونه، هم خب چه کاریه، من میرم خارج از تهران جایی زندگی میکنم که حداقل خوش آب و هوا باشه. هر چه وقتی دفعه میام دیدن
دوستان و فامیل و نه. فکر میکنم کار درستی کردم. الان که مردم همینجور دارن هجوم میارن به این قسمت ها، زمین میخرن و خونه میسازن و اینا، متوجه میشم که اونایی کمی دیر فهمیدن که باید تهران ترک کنند. من زودتر فهمیدم، به موقع فهمیدم. خانم توبا کازرونی پس از 7 سال محکومیت به جرم حمل مواد مخدر از زندان آزاد می‌گردد. توبا کازرونی برای انجام تشریفات به دفتر ندامتگاه مراجعه کند. توبا قصه بسیار زیبایی داشت. خیلی قصه رو دوست داشتم. از اون کارهایی بودش که یک بازیگر دوست داره بازی بکنه و خوشبختانه مورد اقبال مردم هم قرار گرفت. هنوزم که هنوز یه عده‌ای راجع به توبا منو میبینن صحبت میکنه. روش من معمولا برای رسیدن به نقشی که میخوام بازی بکنم اینه که قصه رو خوب بفهمم. وقتی قصه رو بفهمم مسلما در میاد برام که اون نقش چی هست. حالا ممکنه من به تعداد زیادی مشابه اون نقش رو تو جامعه دیده باشم و کاملا باهاش آشنا باشم. ممکنه هم هست ندیده باشم. اگر ندیده باشم سعی میکنم برم پیدا کنم. سلام خانم. سلام. برای ثبت نام اومدی؟ پس چی کار داری؟ من دنبال کار میگردم. خب دیگه چی گفت؟ یه ساعت باش حرف زدم. دختر خیلی مهربونی بود. قرار شده با رئیسش صحبت کنه. رئیسش کیه؟ فکر میکنم همونیه که من دنبالشم. با اجازتون شماره تلفن اینجا رو بهش دادم. قرار شده فردا بهم زنگ بزنه. حالا خدا کنه رئیسش قبول کنه. یک سکانسی بود که توبا میره و با یک لبو فروش مواجه میشه. لبو فروش داشت با یک کسی نمیدونم ساکی میداد ساکی میگرفت اینا، یاد این میفته که شوهرش هم همین کار باهاش کرد و شروع میکنه میگیره لبو فروش چرا شروع میکنه کتک زدن. من اینه بلندش میکردم بالا، واقعا میگم مثل یه گنجش میکوبیدم زمین و یه لگد میزدم اینا، بدون اینکه اصلا متوجه باشم دارم این کارا رو با این میکنم، چون اصلا باورم نمیشد که بس زور من برسه که یه مرد تو اون بارون و با اون لباسهای خیس و اینا اینجوری من بلندش بکنم زمینش بزنم. فقط یه وقت دیدم که میگه که خانم معصومه خواهش میکنم نزن دیگه، نزن دیگه، نزن. تازه با خودم اومدم گفتم دردتون میامد مگه؟ گفت اخ بابا من بلندم میکنی میکوبی زمین. به هر حال جوان بودم و قدرت بدنی من بد نبود، خوب بود. از یک زمانی من فقط شروع کردم تلویزیون بازی کردن، به دلیل اینکه سینما نقشه که به این پیشنهاد میشد خوب نبود. آقای میرباقری من باشون کار امام علی رو انجام دادم. یادم موقعی که به هم پیشنهاد کردن امام علی رو، یک چیزی گفتن به هم که گفتن اگر تو بازی بکنی این نقش میمونه، یعنی این نقش رو انجامش میدیم، اگر بازی نکنیم میتونیم حذفش کنیم. و کاملا هم درست میگفت، چون فیلم امام علی کامل تمام شد. بعد من سراغ من رفتم یه 10 روز 12 روز فیلمو کار کردم، وگرنه فیلم امام علی تمام شده بود.
نمیخوابی؟ روزی که خواب را قسمت میکردند من مشق شمشیر میکردم تا به تقلید از علی عمر ابن عبدود خیالم را پی کنم. دیر رسیدم. من هاجرم مالک، جواب سوالم معما نیست، یک کلم است. بیدار میمانم. موقعی که رفتم سر کار، دو ماه قبلش پامپیچ خورده بود، تاندونش پاره شده بود، تو گچ بود. اولین روز فیلم برداریم و من باید سوارکاری میکردم. وقتی رفتم سوار اسب شدم و طولانی مدت هم سوار اسب بودم، پیاده که شدم اسب خواستم دیگه نمیامدم پایین، چون مشکل بود پایین و بالا شدن. آقای ارجمند گفتن که چیزی بگم بیارن زیر پات. گفتم نه، اتفاقا اینقدر پام خوبه، اصلا درد نمی کنه. گویا سر شده بوده. پام گذاشتم زمین، دوباره پیچید. من اینقدر پام درد اومده بود که واقعا شانسی درست رو همون نقطه خفتدم زمین و شروع کردم گریه کردن و فوش دادن به اون اهالی اونجا. این گریه ای که میکردم از ته دل بود و دردی که داشتم. پس بده، انگوش به گلو ببر، شربت رو پس بده. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی هم ولی الله. فاطمه رو دوستش داشتم، چون فکر میکردم که زن مالک از جایگاه ویژه‌ای برخورداره و با جون و دل کارش کردم دیگه، فقط اینو میتونم بگم. با اون چیزی هم که آقای میرباقری به من گفته بودن شاید دو برابر با جون و دل کارش کردم. یادته صدای توپ سال تحویل و گریه خوش آهنگ پسرمون که به دنیا اومد؟ چه حال غریبی به پا کرد. لحظه سال تحویل نزدیکه، سفره هفت سین مادر میگه بوی عید میاد، بوی خوش همه ی سالای کودکی. میرسیم به پلیس جوان، اونم باز یه قصه خیلی قشنگی داشت، ولی یه حاشیه‌ای داشت. این که مادر پلیس جوان بود که پیر بود، یه فضولی های این زنه تو خونه داشت که دائم این همسایه ها تو خونهش بودن. من این قسمت اصلا دوست نداشتم. به آقای مقدم هم گفتم این یه جورای خال زنک بازی و فضولی تو کار این اون کردنه، این قسمت ها رو کم کنیم. که خوشبختانه آقای مقدم این کار کردن که به این صورت در اومد که شما دیدیم فوق العاده مردم ازش استقبال کرده بودن. چی شده مادر؟ توی مدت که من نبودم چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ چه رنجی رو تحمل کرده؟ اون خیلی تنهاست، تنها و بی‌تکیگاه، با پدری که از فرط علاقه اونو مثل یه پرنده اسیر قفس خدایی خودش کرده. یونس تو نباید میذاشتی بره، دیگه پیدا کردنش خیلی مشکله. اون حتی چمدونش با خودش نبرده. نقش مادر بازی کردن متاسفانه تو کشور ما خیلی خطرناکه، متاسفانه. بعد از اینکه یک بار نقش مادر بازی کردی دیگه هر چی نقش بهت پیشنهاد میکنن مادره. ولی در هر حال فیلمای ما نقش اساسی که داریم چیه؟ یا مادره که بهترین نقش است که یک زن میتونه ایفا کنه دیگه. منتها من همیشه میگم که مادری نباشه که دم سینی سماور میشینه یا آش میپزه یا دائم تو آشپزخونه است داره از این کارا میکنه. یک مادری باشه که ما بفهمیم حضور داره، یعنی یه زن فعالی باشه. حالا در کنار مادر بودن آدم میتونه فعالیت هم داشته باشه. نگرانم مادر، نگران نیلوفر.